یا الله، سلام علیکم. یارا نون پخته نکنیم. آقا ببخشید، این زنگ طبقه بالاییاتون خرابه؟ سلام حاج آقا. سلام علیکم. حاج آقا خوش اومدی. بفرمی، نون برای شما از چند تا تقدیم کنم خدمتون؟ دست شما درد نکنه، من نون نمیخوام. شما چرا اقا مضطربی آقا؟ مضطرب؟ نه حاج آقا، داشتم خمیرگیری میکردم. بفرمی نشونتون مدم. ظرف خمیرگیری همین پشت به خدا. عزیزم چرا قسم میخوری؟ قسم نخور قربونت برم. بنده قصد تجسس ندارم تو زندگی شما که. الحمدلله که هستی، داری کار میکنی، خدا بهت قوت بده. شما هر شب اینجایی؟ بله حاج آقا، مجردیه دیگه. شما چرا ازدواج نمیکنی آقا؟ راستش حاج آقا قصد ازدواج داشتم، یعنی نشد، نمیشه دیگه. منم دیگه با خمیرگیری اینجا سرمو گرم میکنم دیگه. اینا دوتا چیز متفاوته. ازدواج یه نیاز روحیه، خمیرگیری مهارته. شما اگر احساس ازدواج داری سریع باید اقدام کنی انشاءالله. احساسشی که دارم حاج آقا، اما وقتشو ندارم اقدام کنم. روزی 11-12 ساعت حاج آقا اینجا من کار میکنم. نه شما دقت کن، شما عزیزم زندگی میکنی که کار کنی یا کار میکنی که زندگی کنی؟ نگرفتم حاج آقا. عرض کردم شما زندگی میکنی که کار کنی یا کار میکنی که زندگی کنی؟ کار میکنم حاج آقا دیگه، یعنی هر کاری بهم بگن من انجام میدم. شما اساس کشی چیزی نه حاج آقا؟ نه آقا، سلامت باشی، خیلی ممنونم. این طبقه بالاییاتون رو من اومدم خدمتشون نبودن، یعنی زنگ زدم جواب ندادن، بعد یه مدت چراغا هم خاموش شد. بفرمایید افشه اومده بود طی قرار قبلی. سیروس اینا میگه حاج آقا؟ بله باید باشن. نه خیر، من زنگ زدم بعدم برقاشون خاموش شد. حاج آقا الان معلوم میشه، بذار من زیر تنور زیاد کنم. حاج آقا زیر تنور زیاد کردم، الان پاشون داغ میشه میدونن. عزیز من. حاج آقا گوش کن، دارم میدونم. ببین حاج آقا اینا هستن، احتمالاً آیفون اشتباه گذاشتن. آقای محترم بفرمایید زیر تنور رو کم کنید، بهشونم بگید افشه طی قرار قبلی که با هم داشتید اومد تشریف نداشتید. و سلام، خدا نگهدار. حاج آقا کجا اینا هستن؟ من کلید یدک دارم، درم براتون باز میکنم. این چه کاریه برادر من؟ امکان داره خانواده آمادگی نداشته باشن؟ درست نیست. نه حاج آقا اینجوری بعد من نمیذارم شما برید، اینا خانواده خوبی هن. اصلا بفهمن شما اینجوری اومدین رفتین ناراحت میشن. مطمئن نیست. من حاج آقا بفرمین شما بفرمین. مادر بزرگ جان را نرو، زمین داغه. چی میگه؟ چی داغه؟ زمین داغه مادر بزرگ، آتش تاول میزنی. زمین داغه؟ یکی سرده کجاش داغه؟ راست میگم مامان بزرگ جان، زمین داغه. پامانه ما نمیتونیم بذاریم زمین، تو شجو باده میذاری زمین روشان. دوست بابا تا رفته چراغای روشان کنی. هیس زهر ماست. هیس؟ اصلا من میخوام بدانم چرا این دوستش نباید بفهمه دوری فوت شده. نکنه به اینم بده کار بوده. نه خیر بده کار نبوده مامان بزرگ جان، این بدبخت وابسته است به بابا، نمیتونیم اینجوری بهش بگیم. بابا بیمار قلبیه، میفته رو دست من چیزش میشه. یه عمر خبر مرگ به این و اون دادم، یه موثر کسی کم نشد. قلق داره این کارا، این تزریقات میمانه. تا سوزنه میکشی بیرون باید پنبه رو بذاری روش. چی نشه؟ چقدر داغه؟ جانم کیه؟ سلام علیکم، آقا سیروس هستن؟ نه خیر نیستن، خیلی وقت از اینجا رفتن، سوال ازشان بی اطلاعی. خسته نباشید مادر بزرگ، کارگر نانوایی پایینه، روزی 10 بار ماهی میبینه تو محل. ببین چجوری آدمه دروغون میکنن؟ پسرم، من اگه دروغ گفتم میخواستن در با... سلام علیکم مادر. سلام حاج آقا. ارادت بنده. سلام حاج آقا. من همین الان اولین دروغ زندگی ما گفتم، دوباره میتونم به راه راست برگردم. بله مادر من، مسیر بازگشت خداوند برای همه همیشه بازه. آی دستتان درد نکنه. سلامت. ممنون من باید برم نونوایی شاطر بیاد اونجا، من نباشم ناراحت میشه. حاج آقای گفتم بفرمایید. سلامت باشی، منو گفتم. بله بفرمایید. یا الله بفرمایید. آقا فریبرز این تنور رو کمش کن، مهمون داریم داغ چیز. چشم من میرم کمش کنم. چشم. یا آقا جون اون کیه؟ یا
این چیه بابا؟ آقا جون بیا اینجا بشین. دنشتر اینجاست، اینجاست. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. فنه؟ عجب بازی آقا جون. کف و خون قاطی میکنی. اینو بذارید چشم. من نه میبینم خدا من میبینم میبینم شما نزنی اصلا هیچ چی نمیبینی تار میبینی دست شما در نکن بابا اخی هیچ چی بازی به سن سال من میخوره مرد حسابی گرفتار ترین آدم جهان و دشتی او تفنگ بازی آقا جون بازی کن ناشکری نکن دیگه ناشکری نمی کنم بابا بگم ولی این همه طلبکار و بدهکار و تخمه ها و افشا و مهلقا و ویلا حالا بذار بازی شروع شه تمام غم و غصه ها فراموش میکنی ببین این اونا که اومدن جلو میزنی اینا مردن بعد فکر میکنی داری به طلبکارات شلیک میکنی بعد آدرنالین ترشح میکنی خیلی خفن من نه به طلبکارم شلیک میکنم نه جلو این همه آدم آدرنالین ترشح میکنم زشته شروع شده آقا جان به به چه جنگل باصفایی برندگی اونجا چه قشنگ هم به 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 اونجا داشتم شکی اون آره یا عزت منن چی شد بابا گر؟ بازیه چیزی نیست چیزی نیست بابا جا بابا جا بابا جا بزن این آقا جو با لغت نه با لغت نه با توفر با توفر بابا جا بابا جا بابا جا بابا جا بابا جا چیزی نیست خودم به درخت بابا چیزی نیست اینا کیه؟ چه خاکی به اثرم بریزه مثلا گیریم که من شمم گرفتم احمدم محلقه را چی کار کنیم اون منو ببینه که زندم جلوی افشه منو به خاک یکسر میکنه اون خب چجوری نگران نباشم اخه یعنی الان من بیام خانه محلقه هم نیست تو تضمین میکنی باش خیلی خوب ببینم یه فکری میکنی باشه باشه خدا حافظ خدا خدایا برم ابروم رفته نرم ابروم رفته بی خیال بشم ابو سینوس سینوس اما سینوس حال این آقاه اصلا به بابات نمیخوره ها چجوری اینا با هم دوست بودن؟ نه مادر بزرگ خوب مانده 5-6 سال از بابا کچکتره نه بابا مجرده؟ نه خیر متأهله خانمش هم چند سال از خودش بزرگتره یعنی همسن و سال من هدیه خدا بده شانس والا مادر بزرگ نگی دو بدی قضیه یه چیزی نگی بفهمی بابا فوت شده برو یا آخر همه چی هلو خیلی خوش آمدی یا الله صفا آورد مادر ارادتمند خواهش میکنم بفرمایید دست شما هم درد شما چرا زحمت کشیدید من میام خودم بفرمایید چی یاد بابا بزرگ افتاد کیفش آوردی باشه من خودم برمی دارم دست تو کیف مادر بزرگ نمو کنم ولی کار من زشته ها زشتونه پیرزن بدبخت یه دفعه بابا من بینه سکته بکنه یه قرص خوابش و قرص صورتی هستا چرا اینقدر ناخون گیر داره؟ من چه میدانم وقتی یه این ناخونای ما با قیچی با آفانی قیچی کرد
ایده چیه؟ هی بدمه اینا ندیدی تا حالا باشش بچه به دنیا می آورد. ای بندازش دور، چرا یه لنگ است؟ بره یادگاری نگهش داشته. آه همینه بنداز، سه تا از اینا بنداز توی. دیدم قبلا الان تهران ساکن هستم. تهران مجلس میریم؟ ان شاء الله هر جا برای دعوت کنم با رفتم. تو اینترنت خواندم با سه تا از اینا میره به لایه‌های 6 و 7 خام. توپم به ترکانی بیدارده میشه. روشان من میگم یه دفعه سر نخوره بره لایه 8 و 9 چشوا کنه ببینه بدون مثبت بخ بشه. هیچیش نمیشه. بیا مرجان اینو ببر بده بخوره تا بابا اینا نرسیدن. من نمیبرم، میترسم طوریش بشه من وجدان درد بگیرم. نه بابا، خانم حقوقدان، ای آینده نگری تا وقت شوهر کردنت داشتی ایجو تن و بدن ما نلرزانی اینجا. باشه بابا تو خوبی؟ چه؟ هیچی. دفعه آخرت باشه. باشه میزنم خوره دهنه بشه خونه. باشه نکو دست بکش تو. باشه ببخشید. بله در واقع زندگی تکایی از پازل به هم ریخته است که آدم فرصت کمی داره برای کنار هم چیدنشان. میبینین چه قشنگ حرف میزنه. احسنت، درود بر شما. البته نظر شخصی بنده اینه که زندگی رو باید زندگی کرد. عزیزی هم در این رابطه میگه که زندگی فی نفسه خودش مشکل خاصی نداره، سخت نیست. این آدما هستن که در شرایط پیچیدش میکنن. چه خوب شد شما امشب آمدین خانه ما. معمولا سطح بحثا تو خانه ما انقدر بالا نیست. راست میگه. سلامت باشید. اتفاقا هی گفته جنابعالی تست کنکور سال 93 بود. روژان اشتباهی زدوت حسین پناهی. جسارتا عذرخواهی میکنم، شما در چه رشته ای تحصیل میکردین؟ قبول نشد. چرا؟ چرا قبول شدم. من تربیت معلم علی گودرز قبول شدم، منتها مسیرش دور بود، کجال اجازه نداد برم. که خوبم کردم اجازه ندادم. چایی تنها بفرمایین، سرد میشه دم میفته. بفرمایین. چشم. با اجازتون بنده این چایی رو میخورم تا اتمام چایی اگر آقا نوری تشریف نیاوردن بنده رفع زحمت میکنم. شما منتظر نوری هستی ها؟ بله. منم منتظرشم با خدا چشم میدم. مادر بزرگ جان چایی تا سرد نشه. آخه دیر به دیر به شما سر میزنن مادر جان. های من که آفتاب لب بومم. آقا سه مقصه ی دخترهایی که این پنجه آفتاب میمانن. میگه آن کس که مرا روح و روان بود. کی بود؟ پدر بود. احسنت. آن را که مرا فخر زمان بود. پدر بوده حتما. پدر بود. ممنونم. آن کس که برایم نگران بود. پدر بود. پدر بود. پدر بود. احسنت. اما ماشالله ماشالله شما خیلی خوب ماندینا. مامان بزرگ هم اینجوری هست. راس ساعت 8 هر جا باشم به یه خواب عمیقی فرو میرن. یه آینه بگیر جلو دماغش بینم لایه 7 یا رفته لایه 8. سر نخورده باشه یه دفعه. نه بابا معلومه تو هفته. خدا حفظشون کنه انشالله. عذرخواهی میکنم مادر جان کمی مریض احوال هستن؟ بله حسینشان بالاست. خدا حفظشون کنه. متاسفانه آفت این سن و سال همینه دیگه. این عزیزان نباید خونه نشین بشن، باید خودشونو سرگرم کنن. آشپزی، گوبلن. مامبوزو خانه نشین نیستن ها، قابل است. عذرخواهی میکنم یعنی بچه به دنیا میارن؟ بله دوقلو رو هم از هم جدا میکنه. دوقلو رو از هم جدا میکنن؟ دوقلوی به هم چسبیده. البته تا الان موردی پیش نیومده. سنت. ولی خب یه 20 سالی هم هست که کار نمیکنن. من همون عرایض بنده شد که خدمتون گفتم دیگه، خونه نشین هستم متاسفانه. بله. خسته نباشید. آقا بیا من کار دارم، یه دقیقه کار دار دارم. جناب سروان، گروگر، سرباز، برادرم. بابا یه لحظه بیاد من کار دارم. کجایید؟ آقا خدا برادر ببخشیدی گوشی دارم میدی من یه زنگی بزنم؟ نه داریم موسیقی گوش میکنه. آره میدونم چه موسیقی خوبی هم گوش میکنیم، منتها بده من یه زنگی بزنم بعد موسیقی رو گوش کنم. نه موسیقی گوش کردم عجیب تره عزیزم.
من 30 ثانیه کار واجب دارم، یه زنگی میزنم بعد موسیقی رو گوش کنم. بیا لالا جان کار را بکن. دست درد نکنه نوکر زن. تماس استرالی او گوشیم خفن است، خوبیش است، سیم کارت داخلش نستک، 15 میلیون پولش دادم که فقط موسیقیش گوش کنم. مرده بودی اینا از اول بگی، الان باید بشم بگی؟ نه برادرها کسی گوشی نداره سیم کارت داشته باشه من یه زنگی بزنم. منم گوشی دارم، 15 میلیون پولش دادم ولی سیم کارت نداره. من گوشی دارم، من گوشی دارم، سیم کارت ندارم. سیم کارت ندارم، 15 میلیون هم خریدیم. ای خدا، ای خدا، ای آقا، یه خبر خوش. این نگاه کنی، این دیوار لغه. اگه اینه در بیاریم، تیراهنشه در بیاریم، همه ما میتونیم فرار بکنیم. جانمونو برداریم بریم. بیا بیا نگاه بکن. به کسی چیزی نگید آقا، این خودمون باشه. آری ها؟ این کلنگ سرکش به کار است که ای را بکنیم تیراهنش سالم در بیاریم. من میگم فرار بکنیم، تیراهن سالم به چه درده ما مخواه؟ نه این باید سالم در بیاره، این باید استاد حبیب ببینه. استاد حبیب حجان بیا این دیوار نگاه کن. بیا استاد حبیب یه نگاهی بکن. بیا به جان تو فرار میکنیم، خیالمون راحت میشه بابا. چیگاه بسته بیاده؟ یا اینه یه نگاهی بکن برادر، دست در نکنه. جان جان میریم خلاص میشیم، بریم چی میکنیم؟ بان نکنیم. چه شد او سوامی؟ والا نمیشه یه قلم چکوش میخواه. قلم چکوش برای چیزی؟ که بیزنی ستون از پایه در بیاره، باز جایش سیمان پر کنه، یک هفتم طول میکشه که سیمان ازی خوش شوه. بابا من میگم این تیراهن در بیاریم فرار بکنیم، جانمون رو بذاریم رو کولمون در بریم. تو میخوای سیمانش بکنی، سیمان به چه دردش بخوره؟ بابا بیادر برنایی از خود حساب کتاب داره. نمیشه این ستونه که از جایش در بیاری یک هفته بعدی صف خراب میشه، از او بالا با سرما میایه، باران میایه، کفتر میایه. بابا من دارم میگم بیا فرار کنی، میگه او بالا کفتر میایه. باز خود مقصد جان جور باشه. نمیشه هرچی میگی گب خود زنه. ما هرچی میگه کار میکنی بکن. نمیشه درد از پاش در بیار، اگه میتونی درد ما خود کار بونه. عشق یگانه من از تو، نشانه من بی تو، نمک ندارد شیر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من. ایدم خوشمزه شده، مثلا من یه جایی میرفتم بامیه دشت، بامیه دشت اینقدر جمعه خیلی خوشمزه. چی شد بامه جم؟ خوابیدن بیدار نشدن؟ نه خوابه خوابه، فقط یه مقدار یواشتر حرف بزنیم بیدار نشدن. فرمه فرمه یکم یواش. افرین فرمه آج آقا، شما هم یه مقدار لقماتو یواشتر قورت دادی بچه خواب اونجا بیدار نمیشه. برادر من آرومتر قورت بدم که همون وسط میمونه دیگه، پایین نمیره. بابا سیروس این چه حرفیه؟ ای آج آقا، شما به هر صورتی که دوست داری قورت بده، راحت باش. فرمه فرمه. البته ما رفتیم شیشلیک بگیریم ها، همین رسیدیم اونجا گفت شیشلیکامون تموم شده، الویامون هم در حد ده. رو همین حساب ما سویچ کردیم رو الویه، وگرنه شیشلیک در بود بگیریم. ممنون. عجقا خیلی خاکی با حاله، خیلی خاکیه، انسان شریف درست دوست. بله. چی شده عجقا؟ سنگه؟ چیه؟ ها؟ دندونتن مشکل داره؟ استخانه ببخشی تو رو خدا. استخانه جناقه، چیزی نیست، نرمه، خطرناک نیست. جدی جدی جناقه، ببینم. دیگه وارد بازی یادم تو رو فراموش شدی آجا. دیگه سر وکالتنامه آقا جونم بازی میکنیم که اگه من بردم شما وکالتنامه آقا جون رو تمدید میکنی،
اگه باختم حالا در روش فکر میکنیم. چطورم؟ عزیز من خواهش میکنم منو وارد این بازی ها نکنید. خیلی متشکرم. چرا؟ نگران نباشین حاج آقا، سیروس هیچ وقتی بازی ها نمیبره. نه اصلا صحبت برد و باخت نیست. حس شرط بندی به من دست میده. اصلا تمایلی ندارم تو این بازی ها وارد بشم. بابا اصلا چرا شلوغش میکنی بیخودی؟ حاج آقا خودش انسان شریفیه، درست کاره. اگر صلاح بدنه مکارت در مره تمدید میکنه. فرم اقا دردنم کنیم. ای بابا آقا جون چرا علکی چیز میکنی؟ فاز میدی؟ خب بازی میکنه دیگه. الان وارد بازی ها شده دیگه، چیکونده باید بازی کنه دیگه. اولا که چشمک شما رو یک کیلومتر اونورتر هم دیدن همه. چشمک؟ بله بله بله. خاک رفت تو چشم. خسته نباشین. این استخونم بندازین تو ظرف استخونا. یادم تو رو فراموش. بریکا برگرم بودم. چقدر بهمزه بزیده. آقا جو چرا شادش میکنی قضیه رو؟ قبول نیست. استخون خودش که قبول نیست. پسش هم کلک زد به من. آخه مده سبی تو که بزی بالا نیستی. چرا سر وکالت نمی من بزی میکنی؟ چرا به آینده من بزی میکنی؟ بفرم هم بخوری. همین جوریه. آقا ولی حقه زدی من. ها. این دفعه چیه؟ پای مرغه؟ ها؟ سنگ چیه؟ ای خدا ببخشید. چیزی نیست جناق، نرم خطرناک نیست. بازم جناق؟ ببینم بازم وارد بازی یادم تو رو فراموش شدی. این دفعه هم سر وکالتنامه آقا جون من که اگه من بردم شما تمدید میکنی، اگه باختم دوباره در روش فکر میکنیم. چطورم؟ دو تا جناح شکسته بود، این سومی. این چهارمی. این پنجمی. ششمی. لا لا نیست دیگه. هشتومی. دیگه تموم شده. نهومی. نهومی. دهومی. مرغ چند تا جناب داره؟ جناب آقا مرغ؟ بله. احتیاج دارم تو حساب کنم. یه دونه زیربندیشه، یه دونه سر سریل گراش. کروکی نکش آقا، چند تا جناق داره؟ بابایتش دقیق نمیدونم. اینم روی برندش نوشته بود که با جناق، به خاطر این قدم فکر کنم واسه همین پر جناق بگه. نه چه علتی داره آخه؟ این نمیدونم. جناق جاساز میکنی؟ به من میاد؟ شرمندم به خود حجی. ببخشید اوقات شریفتون رو گرفتیم، مزاحمم شدیم. سفرتون هم انشالله همیشه پربرکت باشه، نمکگیرتون هم شدیم. خواهش. اگر عمری باقی باشه انشالله، امید به خدا، به امید دیدار. یا الله یا جغل تو خدا اینجوری نجیل تشید بودی نجیل بودی نجیل بودی جناق زیاره تو هنگزه جناق بودی جغل رای نه جوان خمه یک کاری میکنه ممکنه شما نه رای انشالله تشید بیانی شهرستان اونجا زحمت تن جبن بکنیم. بسیار آقا نوری میایم انشالله. هری میخوام بگیم بی جناق کیف که جناق جاساز نکردیم. بابا جسارت نمی کنن. جسارت یا الله خدا نگهدار. شما تشریف نیار. خدا نگهدار. یا الله خدا حافظ شما. خدا شرمنده دشمن تا یه های جوانه یه کره میکنن آدم اندوهی میشه. خدا خیرشون بده. خیلی مفهوم. سلامت باشید. علکی حساس شد. او مردم دمپایی تو غذا در میارن. آفرون مانه بود. چیه؟ بس شما ها که نذاشتم، بس به کارندامه آقا جون گذاشتم. برای دل بری میهن بخانو وای بیادی خوش و خرمن بخانو دلم میشه که برگردم به هرات وای کناری رو دیاد رسکن به خانم.
خب یادر چه حسی داری؟ ها؟ میگم الان یه نزدیک برسیم خانه، حالت چطوره؟ شکر خدا قسمت بود امیر خم برگردیم خانه. یه دقیقه این موبایل رو میدی؟ شما پول مالانم میرفتین؟ خدا کنه هنوزم امو رقم باشه. پول مالان، آره پول مالان خیلی خیلی، من هنو بوی در و دیوارش داخل دماغم. این موبایل ده یه لحظه میدی؟ بیادر جانم و یک آهنگی شاده میخوان که بود چیز؟ بخوان به هرات، بخوان بخوان دوباره هرات هرات. چی کنی؟ مورچه ما رو در آوردید میکنی همون؟ اگه نزده بودم رو ترمز که الان فاتحه هم همون خونده بود. شرمنده بچه های کمپم، بچه های ترک اعتیاد هم مخم کار گرفته بودم، ببخشی. تو خیلی وضعیت خرابه، خودت نیاز در کم داری؟ فکرت نیست پشت فرمان شدی قریب بار در کشتن داده بودی؟ چی میگی تو؟ هنون یاد نگرفتی دو تا بزرگتر حرف میزنن نفری وسط حرفشون؟ چی میگی؟ تو بزرگتر کی هستی؟ بزرگتر افغانی هستی؟ ها؟ آقا دیدی چه تو اینی میکنه؟ میگه من بزرگتر از شما. آقا بشین، بشین داداش، شما هم بشین، سر تو بیا تو. برو به کمپت برس، برو به ترک اعتیادت برس. در باره اعتیاد درست صحبت کن، معتاد مجرم نیست، بیماره. او ویلا چه گفتی دوباره؟ معتاد چیه؟ میخوای بگی ما بیماریم؟ داری تو بیام قورچه‌تا در بیارم؟ آقا ایده داره خیلی توهین میکنه. میگه بیماری افغانی میمیره، سلطه میمیره، کلاژ افغانی میمیره، آزاد افغانی میمیره، سلطه افغانی میمیره، سلطه افغانی میمیره، برو 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 همه شما. یا آقا یه ای دانه هم بده به من خطفم چیه نارنگیه؟ خطفم من مثل مرقی بالو پرش کستم من سال هاست کنج قفص نشستم من میدونی هم دم و هم یارت بکش بالا سیروس، سیروس بکش بالا دیگه. آقا چی کار میکنی؟ نون میخوای؟ داخل مغازه این نون مال شما نیست. اجازه بده من مشخص بشه چی داری رد و بدل میکنی با طبقه بالا؟ نمیبینی معلوم نیست نون دیگه. نونو که دارم میبینم، لاش چی گذاشتی ها؟ به ما چه ربطی لاشی میذاره؟ هرچی خودشون صلاح بدونن میذارن. نکن آقا اونو برای چی بله میکنی بیاد بلا؟ میخوام سمونه بخوریم، سمونه همون یخ کرد. آقا اجازه بده، دو دقیقه کار من بیشتر طول نمیکشه، من غریبه نیستم. ببین کت قشنگ میام پایین به اون زندگی نکبتبارت پایان میدم ها، گفتم ولش کن. آقا ولش کن سیروس بیا پایین. بکن گفتم بکن.
تو مثل که حرف ولید نمیشه. میگم ببین چه خبرتونه؟ ناسلامتی اینجا محل کسبه ها. به این آقا بگو دیگه با این سر و وضعش بلند شده اومده گیر داده به سبد نون سیروسینا. خیلی بزرگ نگرم الان اومدم پایین. شما چی کارشونی؟ من چیزشم شوهر یکی از دخترشم. داره دروغ میگه. مگه آقا نوری نگفت یه داماد بیشتر نداره؟ تو هم بارو بندیلی تو بستی پاشدی اومدی اینجا؟ مهیار هستم. امیدوارم همسایه خوبی باشیم واسه. بیا اینجا. گندش رو در رو گردی. من این خونه رو به دو نفر چریه دادم نه به 350 نفر. گرفتیش؟ شکوی سر بزن رفتم دادم. بیا اینجا. بیا اینجا آقا سیروس. بیا قربونت. بیا مغلطه نکن. چی شده؟ خودت. زنت. بچت. پدر زنت کم بودین حالا برداشتی برای من باجناق تو آوردی اینجا؟ چرا چت میگی شاطر؟ من اصلا نمیشستم باجناق چیه؟ این کی هستن آوردی؟ خودش که میگه داماد آقا نوریه. بی خود کرده؟ معلوم برای چی میخواد شهرت خانوادگی ما اسم استفاده کنی ها؟ اشتباه شد. من دومادش نیستم ولی احتمالش خیلی زیاده. چی هم چی احتمالی داده؟ به به مهیار خان تو میدونیست اینا زندن؟ میدونیست اینا زندن به من نگفتی؟ به خودم من هیچ کاره بودم. خودشون گفتن نگو. من میدونم و تو درستت میکنم. یه دقیقه سم کن الان بشه. چی کار میکنی مادر بزر؟ بابا عجب دیوونه خونه ای شده اینجا به خدا. پیره زن دی ببخشی اشتباه شد. اگه اجازه بدی من مرخص بشم برم. اجازه بدم؟ چرا همون موقع که بهت میگفتم نونو ول کن ولی میکردی ها؟ اون موقع رو غلط کردم دیگه. فایده نداره. ببین اصلا من رو خود کردی فهمیدی؟ خوش رو پایی. آیا سیروس چه کارش داری؟ ولش بکن. بدبختی های ما تقصیر اینه؟ این بیچاره سر پیاز یا ته پیاز؟ یکی دیگه مرده، یکی دیگه بدهکاره. زورتان به این رسیده؟ بزنش، بکشش، ضعیف کشی بکن. بری چه آمدی؟ برو دنبال زندگیت. حق با بابات بود. من به دردت نمخورم. من درد سرم برم. چه میگی؟ نمیشنوام. میگم من بدون روژان خانم چی کار کنم؟ من همون جایی رو میرم که قلبم میگه برو. برو جایی که عقلت میگه. نشد. تلاش ما نکردیم. نشد. باشه میرم. ولی دست پر برمیگردم. روشان خانم شما فقط یه مدت محل به این شاسی بلند ها نذار. این شاسی بلند ها لب و دهن هم فقط حرف میزنن. حرفشون رو گوش ندی خودتو بدبخت میکنی یا دختر. روشان خانم میشه بیام تو؟ نه تو رو خودم. برو معیار. خیلی دوست دارم بیام. برو معیار. برو که جمع بابا او اسید بشی این موقعی به هجر هم بد حرف نزنیه بشی بابا گر قشنگ عرم متین یعنی دلم میخواد این دختر بشخصیت سلام بکنی بعد دیگه بابا صحبت میکنه بشه بچه شد اینا من زبانم خیلی نرمه ادور به نظر سفت و محکم میان ولی نزدیک حرف میزنم نرمه ای باریکالله دختر زبان نرمه خودم برحال خود دست جد گرنی دیگه من هجر قرار دست بدیم دست ما به هیچ جبن نیست دیگه البته اگر با او اتفاق دیشب تا الان دستش نداده باشه. نه بابا نه حجر خیلی آدم باهوشیه قوه تشخیص داره هیچ موقع گنگ کرد یه سیروس اصلا به پای من نمیمیسه کرد بایی بابا آمد هم ناش داره مینمیشه بدو بدو سری یقش بکن بدو بگن یقش کن چیه عزیزم اینجوری زبانت نرمه
دکتر باید مهربان باشه، دهنه و خوشبیان باشه. ما قشنگ این سه تا آدم متمدن پیاده میشیم با هم دیگه صحبت میکنیم. یه موقع قفل فرمانی نداریه بابا، هی خیلی خوب، الان پیاده شو بابا، بگن چیزی نگفتم. فرمان احوال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامت باشین انشاءالله. آی حجاقا بله به جان خودم، بفرمایید. به 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 پرسال دوست، امسال هیچی. بله بله عزیزم، قانونگذار اونجا به صراحت گفته اون صحنه پنالتی نبود. قانونگذار کجاست؟ گوشی خدمتتون الان. سلام علیکم، بنده قانونگذار هستم. عزیزم اون صحنه پنالتی نبود. خب برادر من وقتی اونجوری میگی اینجوری هم باید بشنوی دیگه. قانونگذار تو جیب من نیست که، قانونگذار الان وسط فیفا نشسته، مقرش هم تو سوئیسه. یعنی والا آقا اجازه بدید شما، من یه جلسه مهم کاری دارم، به کارم برسم، حضوری تشریف بیاری با هم دیگه صحبت میکنیم. سلامت باشید آقا. یا الله خدا ماشاءالله شما هم گرفتاری عجب. سلام علیکم. سلام خانم محترم. سلام علیکم. احوال شما؟ باز احمد های ما. سلامت باشید. ببخشید من الان یه امتحان مهم داوری دارم، باید به کارم برسم، بعدا صحبت میکنیم. التماس تو ما چی شد آقا نوری؟ طلبکارا 10 دقیقه پیش جلسهشون تموم شد. میدونم هر چقدر جدیان هستم، ولی من واقعا با اونها فرق دارم. نه من طلبم میلیاردیه، نه نفسم از جای گند در میاد. من میخوام پولو بردارم به دیگه مردمه بدم. به خدا بیچاره شده منم. من همکنون نیازمند نگاه ویژه شما هستم. آقا نوردین من دیرم شده، ماشین من بدجا پارک شده. شما هم کارت ان شاء الله تو مراحل قانونی که بیفته تا 3-4 ماه دیگه طلبت وصول میشه. من بدبخت شدم عجب. به خدا نمیتونم عجب. خانم محترم آشنا و غریب نداره، الان جهان شده یه دهکده با 7-8 میلیارد سکنه. با اجازه. خیلی ممنونم از راهنماییتان، استفاده کردیم. بابا جان مهربان، دهنه و خوشبیان چی گفتم من؟ حجاقا حجاقا گیان حجاقا به خدا باید من کمک بکنیم، من خیلی گرفتارم، الان روم نمیشه. وگر نجبه همین دختر از زر زرگریه میکردم. به خدا من که قریبه نیستم، من که افکیدم خود ته دیگه. الان دیگه نه راه پس دارم، نه راه پیش دارم، گرفتن، نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم برم شهرستان، اصلا وکلا دمه هیچ. من خرج این بچه را الان کجا بیارم؟ آقا نوردی، من بالا خدمتتون عرض کردم. من تا یک ساعت دیگه یه امتحان مهم داوری دارم. بلده. اگر انشاءالله قبول بشم میتونم داوری لیگ دسته یک سود بزنم. آقا جان اصلا یه چیزی، شما این کار من انجام بده، من برات دعا میکنم. اگه خدا یه جوری برات نسخ که جام جهانی قطر زود بزنی تو فندت. وکالتنامه که هیچ، من هیچ وظیفه‌ای ندارم غیر از وکالتنامه. بفرمایید من چیکار باید بکنم؟ عجب خدا خیلی ناراحتم، به خدا حالم بده، هر لحظه ممکنه سکته بکنم. به خدا اگر زحمت بدی همون وکالتنامه رو. لا اله الا الله. آقا عرض کردم وکالتنامه بی وکالتنامه تمام. خدا بله آقا داد میزنین، پرخاش میکنین. شاید اگر طلب بابای منم میلیاردی بود الان باشه یه جوری دیگه حرف میزدین. شاید اگر یه دونه از اون ماشینای آخرین سیستمی که زیر پای طلبکارای دیگه بود، زیر پای بابای من بود، تا الان کارش راه انداخته بودین. من کار کیو راه انداختم که با من اینجوری حرف بزنی؟ نه حاج آقا، حاج یه ذره حالش بد میده، چیزی گفت شما کار داری حاج آقا؟ کار داره ان شاء الله بعدن صحبت کنیم. بیا بابا. بابای من تو عمرش به هیچ کار رو ننداخته، از 12 سالگی تا الان که مستر سفید شده رو پای خودش کار کرده، الانم سنگ خودش رو به سینه نمیزنه. حرفش حرف اون مردمیه که چششان به یه قران 2000 پول محصوله. به خدا هستن آدمایی که تمام زندگیشان لنگ ایست 4 تومنه که اگه نباشه چیزی ندارن بذارن سر سفره زن و بچه‌شان. دق بابای منم دق اوناست. حرفش هم اگه الان التماسه فقط به خاطر اوناست. شما الان تشریف ده ببر به مسابقات داوریت برس. ما از این سخت‌تراش هم دیدیم، از سرم گذراندیم. شما هم حواستان به اون برج نشینای پایتخت باشه که یه وقت آب تو دلشان تکان نخوره. شرمنده حجی. بالا بدن وایسا دختر، بابا جان میخواییم من بشینم پشت فرمان؟ تو الان یه ذره عصبانی هستی بابا جان. نه بابا حالم خوبه، بشین. آقا حالت خوب نیست، نه راحت شدی بابا؟ بشین بابا جان، میگم بشست. آقا نوردی، خانم خانزاده، حرف میزنید حداقل وایسی جوابش هم بشنوید. نه چیزی نشده، چیزی نشده، من ناراحت نکنید. بفرمایید، بفرمایید، بکارتم بس، ببخشید. خداحافظ. فرمایید آقا جان، فرمایید. خداحافظ. شرمنده، خداحافظ، خداحافظ. حجاقه من رو بابا جان، تو خیلی وقت دست فرمانه بابا را ندیدی. بشین این طرف این موزیک کردی گوش بده، من رندگی کنم. ها من خوبم بابا جان، حالم خوبه. آخه عصبانی یه ذره،
و اگر رانندگی کردن تو حالا عصبانی عین خودکشیه. خوبی؟ آره من خوبم. خیلی خوب، پس صندلیت قشنگ بده عقب، کمربند رو ببند. ای این اینگش کرد نمیشه جای بو کباب بیا سر کله این سیروس پیدا نشه. به خدا از این دمت شانس نیوردیم. ایشالله توی یه شوهر خوب بخون سر من برز بشه همه جا بشه. خب بگن شما برو منزل، شب میام ایشالله قشن با هم دیگه صحبت کنیم. من برم اینجا این پسره گند نزن ابرو من ببره بشه. مراقب خودت باش، برو بگن حرکت. خداحافظ خداحافظ، برو بابا یواشه اکنر برو سرعت نرو. داری چیکار میکنی؟ ها؟ داشتون تعقیب میکردی من آقا جون؟ تو برای داری موتورتو میبندی به وسایل مردم؟ نه این پلاکش مالا برامینا او تا کو بیاد دو سه ساعت دیگه میاد منم کارم حل شده. تا بیاد روشن کن بریم ببین کجا من کار دارم اینجا آقا جون. جلو دفتر افشه تو چیکار داری؟ آقا جلسه طلب کارست، من گفتم زودتر بیام شما نرسیدی. من جلسه تمام شد، همه رفتن. تموم شد؟ بله همه رفتن. همه رفت؟ همه رفتن. اون آقا قدکوتایی که بنزمشکی داشت طلبکار اونم رفت؟ اونم لبود رفت. چی تو؟ با سبزی خوردن واسهش کلی پاک کردم. بگم میشنسیش؟ نه ولی کلی آقا جون تحقیق کردم در رو رو ته مایه هست. هفتش هتل بالا شهر داره، یه سری زمینه ول وسط شهر داره، کلی ماشین و مل و ملال و اصلا ببین تمام این پیازچی ها رو واسهش با ته چاقو فر زده بودم میدید اسیرمون میشد. واقعا کانکشن بزنم واسه شما دیگه. لازم نکرده بعد تو رپچه برای من کانکشن بزنی. لازم نکرده. روشن کن فرمان. آقا نورتی. من مثلا که ای حاج آقا اجازه بده. وای جناجی خاموش کردی؟ شال خودم اندازو به حال بدم. شال خودم بزن به حال بدم. بیا عرض کردم فقط آقا نورالدین. چی شد حاج آقا؟ مگه شما امتحان دوری نداشتی؟ نه دیگه اون قضیه منتفی شد. یه فکری واسه طلبت کردم. بشین دیر شد. ای بگردم. بابا دمت گرم. میدونستم این تعویض طلایو گذاشتی دقیقه 90. گفتم کارش درسته گفتی بعید میدونم. بشین آقا. شما کجا؟ هی موتور فریبرز. اونو الان من زنگ میزنم خودش میاد میبره. بابا بشین مهمتره این. بشین. دمت گرم حاج آقا. دمت گرم. حاج آقا دست در نکنه. من میدونستم تنها راه من نمیشه. دمت گرم. ایشون هم میان با شما؟ والا این به من باشه خطرش کمتره برای همه ما. یعنی حاج آقا من رفتم تمام این سبزی ها رو دستچین کردم، تو رو باشه با چاقو وسط لبه هاشو حالت دادم، میگه اینم میاد. خیلی خوب خیلی خوب باشه. فرما حاج آقا. سلام. سلام علیکم. نشناختی حاج آقا؟ والا شرمنده به جا نمیارم جناب عالی. بابا 4 سال پیش جام محیط زیست سنگون داور بودین، من اخراج کردین. والا برادر من هفته 7-8 نفر رو اخراج میکنه. حالا خطا چی بود آقا جان؟ با مدافع حریف پریدم هوا توپو بزنم، یهو با آرنج زدم گونش داغون شد. خب خدا خیرت بده، اون مستحق کارت قرمز بوده، بایدم اخراج میشد. حاجی فکر کنم آدم داور رو بخرم فی پایین ندی. البته شما کارت درست بود حاجی. عجب بازی بود اون بازی. بابام رو سکو وایساده بود، هم که دید من اخراج شدم بنده خدا طاقت نیاورد و سکته کرد، همونجا درجا تموم کرد. همین به خاطر اخراج شما؟ خب خیلی رو من تعصب داشت آقا. بنده تسلیت عرض میکنه. خواهش میکنم. دستم میشکست واقعا، اگه میدونستم نمیدادم اون کارتو. شما کار اشتباهی نکردی آجی، ما کلا خانواده‌تا رو همدیگه حساسی. بنده خدا مادرم بعد فوت پدرم دو روز بیشتر طاقت نیاورد، مجبور شدیم یه دو طبقه بگیریم جفتشون رو با هم دفن کنیم. حاجی یه کار دادی خانواده رو خاکستر کردی. آقا خدا شاهده اگه من میدونستم زرد میدادم. خودت الان چی کار میکنی؟ فکر کنم دیگه بازی نمیکنی دیگه، ماشاءالله گرد و قلنبه هم شدی. بله بازی که نمیکنم. بعد این اتفاقات به خاطر کار از سنگون زدم بیرون. خب به حال خرج خواهر برادرم افتاد گردن من. ای بابا جاده تهران وایسادم یه نوشابه بخورم، یه خاوری ترمز برید و همینجوری اومد تو مغازه همه رو درو کرد. یا ایزد بنن. چیزی نشد که؟ نه چیزیم نشد، فقط یه ذره اذیت هم میکنه. چی اذیتت میکنه؟ پام دیگه. پا؟ پا بذارین علامتون نشون میدم، یه لحظه صبر کنین. پام دیگه نه. ای 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 اوه اوه
ببخشید آقا الان چه کاری از دست بنده برمیاد؟ بفرمایید خدمتگزاریتون رو بکنم. فقط حاجی قربونت، هیچ کاری، یه ذره از این کارتای قرمز کمتر بده. آره بابا، خاطرات بازی گذشته برام زنده شد. دلم وایزه. خداحافظ. علی حاجی تایه با جنبه بود و من بودم ماشین تو در آورده بودم از زیر پات. حاجی فقط دندقه ندیه موقع. بنده خدا از در دنیا فقط یه پنج سالم. رو به جلو فرمه. ساعت دو ساعتی هست داریم میریم ها، نرسیدیم بیابون رو دیگه قشن اشکال نداره بابا، من فقط این پوله جور بشه این طلب مردم من بدن تا قله قفم شده به حجقه میدن. آخه آقا جون واقعیتش من تو روزنامه حوادث اونم صفحه اولش خوندم طلبکاراشون رو به هوای تصفیه برمیدارن میبرن تو بیابون، بعد همونجا خفتش میکنن، میکشنش، گوشش رو تیکه تیکه خورشتی میکنن، با چربیش هم میزنن تنگ نیم کیلو گوساله میریزن تو رودخونه که معلوم نیست. عیبه بس حجم شرمنده. خب چه عیبی آقا جان، نهیدی به یارو یه کارت داده بود خاندانش رو به دود کشیده بود، الان یه کارت نیم وسط به ما بوده، کی میخواد حرف بزنه؟ به آقا محصر رضای خدا بس ده. این چیه؟ بفرمایید. رسیدیم. رسیدیم؟ به نظر بنده این بهترین راهیه که شما رو زودتر به طلبتون میرسونه. دیگه باقیش میمونه تلاش خودتون و همراهی اون بالایی. بله. پیاده نمیشین؟ اینجا؟ بله. چرا فرمه فرمه فرمه. اوه مای گاد. سفینه است؟ نه خیر، هواپیماست آقا. خوری غصه ایام، غم ایام گذران است، خوب و بد هر دو بماند، اسم خوبان به جهان است، اسم خوبان به جهان است، چه نشستی که ببین